سو منم سلام میگم به تک تک برادر خواهرای عزیز، مهمونای عزیز و همینطورم کسانی که با وسیله اینترنت با ما وصل شدن. خدا رو شکر برای این شهادت ها. امیدوار هستم کلیسامون زیادتر از این معجزه های خدا رو بشنویم، چون خیلی جاها هست که افراد میان از معجزه ها، معجزه ای که خداوند کرده صحبت میکنن. فقط اینطوری هنوز این وقت نداده شده که بتونیم اونجا همینطور یا بتونن شهادت بدن که باعث برکت بشه. برکت منظوری میشه ایمانمون اون موقع خیلی قوی تر میشه. شاید کسانی هستن که خودشون هم توی مشکل قرار گرفتن، بتونن دعا کنن، اعلام کنن، اعلان پیروزی کنن که این معجزه رو دریافت کنن. کیست که در این دنیا حکومت میکنه؟ یا میتونم بگم که کیست که تاریخ جهان رو می نویسه؟ مخصوصا در این زمانی که ما الان زندگی می کنیم، چند سال پیش بود کرونا بود و الان یواش یواش نفس کشیدیم، از کرونا یکم به هر حال یکم آرومتر شدیم، یا چیزایی که بیماری هایی است که پشت ما گذاشتیم، الان می بینیم که چه بلاهایی روی در این کلیسا قرار گرفته و از این جنگی که با در اوکراین و همینطور هم وسطشون اتفاقاتی افتاده در آذربایجان و ارمنستان و جنگ های اونجا بود. بعد از اینم به هر حال میبینیم که سیل هایی که آمدن و مخصوصا امسال 2023 میبینیم که چقدر جنگل هایی که در از ایتالیا، اسپانیا، آمریکای جنوبی اتفاقاتی افتاده، واقعا وحشتناک. الان تقریبا یه دو هفته هم نگاه میکنیم میبینیم که در اسرائیل اونجا چه اتفاقی افتاده بین اسرائیل و همینطور هم فلسطینیا. یعنی یه چیزی هست که واقعا درد آوره و زمانی که نگاه میکنیم میبینیم که الان چطور تمام خواهد شد. خدا رو شکر میکنم زمانی که این اتفاقاتی که در این دنیا میفته، واقعا میتونیم عزیزان خدا رو شکر کنیم برای کتاب مقدس، برای کلام خدا، که تمام چیزهایی که اونجا نوشته پیشگویی شده که در این زمان، زمان آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این دنیا هیچ خبری نداره. این دنیا همه در این مدام پریشانی یا در این ترس و نگرانی هستن چه اتفاقی میفته. اکثریت الان بیشتر دیگه اونقدر زیاد توی تلویزیون این اخبار رو نگاه میکنیم، فقط ما میتونیم چشمون رو ببندیم، بی‌حس بشیم، بگیم که به مربوط به من نیست و هیچ جوابی هم ندارن. هر موقع میتونه اتفاقاتی بیفته. الان چیزی که الان در اوکراین افتاده بود، الان تقریبا یک سال و نیم گذشته، الان یکم عادت کردیم، درسته؟ الان تاگشا رو نگاه میکنیم میبینیم دیگه، میدونیم الان یهو یک چیز خیلی وحشتناکتری به وجود آمده. الان میبینیم که یه اتفاقی افتاده که میتونه واقعا تأثیر بذاره روی تمام دنیا. میدونستین؟ به این خاطر میگم خدا رو شکر میکنه برای کتاب مقدس، چون همه چیز پیشگویی شده و ما زمانی که واقعا در بیداری زندگی میکنیم دیگه احتیاج نیست اونجا به هر حال توی افسردگی بیافتیم، ناراحتی بیافتیم. حتی توی کتاب مقدس اونجا در لوقا نوشته که اگر عیسی مسیح خودش میگه اگر این اتفاقاتی که میفته، سیل و آتش و نمیدونم جنگ ها میفته، پریشان میگن نباشین، بلکه سرتون بلند کنین، چون نجات شما نزدیک شده است. در اون موقع هست که ما باید حتی شجاع باشیم و ببینیم که ما بیداریم و میدونیم چه اتفاقی میفته. در اول تسالونیکی باب 5 آیه 4 تا 6 اینجا نوشته: لیکن شما ای برادران و خواهران در ظلمت نیستید تا آن روز چون دزد بر شما آید، زیرا جمیع شما پسران نور و دختران نور، پسران روز دختران روز هستید، از شب و ظلمت نیستیم. بنابراین مثل دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. به این خاطر این چی اتفاقاتی که میفته، ما
ما باید نگاه کنیم که الان چه اتفاقاتی افتاده، چقدر روی زندگی من میتونه تأثیر بذاره و مخصوصا مأموریت یا مسئولیت من الان چیه. یک عکسی دیده بودم توی یوتیوب بود یا نمیدونم کجا بود، یک مردی بود که نشسته بود توی کاوچ، اونجا دستشو بلند کرده، چیپس هم در دستش بود، جلوش یک چیز بود، یک کره زمین بود یا و این کره زمین آتش میگرفت و این هم نشسته بود فقط این چیپس رو میخورد و نگاه میکرد، یعنی مثل این که به من ربطی نداره. فقط ما مسیحی‌ها باید نگاه کنیم که خیلی به ما ربط داره، چون مربوط به اسرائیل، مربوط به عیساست. و مهم اینه که ما در این قسمت بدونیم که کیست که واقعا الان تسلط داره روی این دنیا. پوتین کیه؟ جیم چیپینگ که رئیس جمهور چینه، یا همینطورم رئیس جمهور کره شمال که اسمش کینگ جون یون یا بایدن یا خمینی یا نتانیاهو، اینا همه سیاستمداران هستن. آیا اونها هستن که تاریخ این دنیا رو می نویسن؟ و اینجاست که ما در این قسمت باید واقعا آگاه باشیم و بدونیم که تاریخ این دنیا عزیزان قبل از این نوشته شده. همه چیز توی کتاب مقدس نوشته شده. دقیقا زماناش مشخص نیست، بلکه نوشته شده و ما میدونیم یه کسی هست که پشت همه اتفاقاتی که در این دنیا افتاده که میگم که نقشه رو نوشته و خودش هم با حکمت خودش، با توانایی، با قدرت خودش الان شروع میکنه به انجام دادن. و ما عنوان فرزندان خدا، ما میتونیم بشینیم اینجا بی تفاوتی بشینیم نگاه کنیم، یا میتونیم بگیم که خدا من در این قسمت من میخوام همکار تو باشم. مأموریت من چیه؟ مسئولیت من چیه؟ در مزامیر 33 آیه 6 تا 12 الان نسرین در این قسمت میخونه که دقت کنیم به اون کلام خدا. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لوجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند می ترسند، جمیع سکنه روب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبایل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا در همه نسل ها. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. عزیزان خوشا به حال شماست. شما میگه خوشا به حال امتی که الان ما فرزندان خدا هستیم که خدا رو میشناسیم، با عیسی آشنا شدیم، به وسیله عیسی مسیح با خدا آشنا شدیم. و اینجاست که به هر حال زمانی که میگه که همه چیز رو خداوند خلق کرده، ما معمولا ما میگیم یا میدونیم که خدا همه چیز رو خلق کرده، فقط الان با یک خدای آشنا شدیم که میدونیم تمام حرفایی که خودش توی کتاب مقدس نوشته انجام خواهد شد. میگه که زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند مشورت‌ها را باطل می‌کند، تبیرهای قبایق را نیست می‌گرداند. به این خاطر میگم پوتین کیه؟ خمینی کیه؟ نتانیاهو کیه؟ خداست که همه چیزی رو دست خودش گرفته و سلطنت می‌کنه در عدالت، در راستی، در حقیقت، در قدرت. او میگه و انجام خواهد شد و هیچ کسی نمیتونه ضدش بایسته. این خدا رو ما میشناسیم. میگه که خوشا به حال امتی
که یهوه یعنی خدای ما عیسی مسیح رو میشناسن، قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آن این ایستادگی ماست یا جایی هست که ما ایستادیم. در مزمور 22 آیه 29 اینجا میگه که زیرا سلطنت از آن خداوند است و او برای امتها مسلط است و خداوند دوباره مشورت امتها را باطل میکند، تدیب های قبیله ها را نیست میگرداند. به این خاطر سوال میکنم از شما برادر خواهر عزیز، کیست که تاریخ جهان را مینویسه و بر جهان حکومت میکنه؟ میخوایم الان با هم بایستیم، اینو یک اعلامی میخوایم بکنیم که در اول تیموتئوس باب 6 آیه 15 و 16 نوشته. میخوایم واقعا اینو نه فقط بخونیم بلکه اعلام کنیم. یا همینطور که گفتم که کیست که تاریخ جهان رو مینویسه و بر جهان حکومت میکنه، و میتونیم با هم اینو اعلام کنیم، خدا و خداوند ما عیسی مسیح متبارک که حاکم یکتا و شاه شاهان و رب بالا ارباب هست، او را که تنها وجود و در نوری سکونت دارد که نتواند به آن نزدیک شود، او را که هیچ کس ندیدد نتواند دید، تا ابد حرمت و توانایی باد. آمین. دست بزنیم برای اون خدایی. هاللویا خداوند، این تو هستی خداوند. اینا اعلام میکنیم خدای ما عیسی مسیح متبارک که حاکم یکتا هستی و شاه شاه و رب الارباب هستی. افتخار میکنیم خداوند. و آیه بعد اینجا میگه آخر و از ابتدا و آنچه را که واقع نشده است از قدیم بیان میکند و میگوید که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهد آورد. آمین. هاللویا. خواهش میکنم، این خیلی چیز آیه های مهمی و کلیدی هست که زمانی که میگه آخر رو از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان میکنه، یعنی خدا الان این زمانی هست که ما زندگی میکنیم از قبل میدونست، اطلاع داشت و آینده‌ای که هنوز نشده نوشته شده، اوست که اینجا سلطنت میکنه. مهم بود که اینو اشاره کنم که واقعا بتونیم درست در این دنیا بتونیم بایستیم. الان در حال حاضر چه اتفاقی در اسرائیل میفته؟ این موعظه‌ای که الان میکنم میخوام درست اول متوجه بشیم، من نمیرم توی کارهای سیاسی، یا بلکه میخوام از یک زاویه دیگه، زاویه روحانی نگاه کنیم. چون خیلی ها هستن که شروع میکنن به بس کردن، من فکر میکنم اینطوری، من فکر میکنم فلسطین ها اینطوری، من فکر میکنم الان اسرائیل دوباره اشتباه کرده یا فلسطینیان این کارو کردن، چرا این کارو کردن. درسته ما این چیزا رو میشنویم و باید هم در موردش هم فکر کنیم، فقط هر چیزی که در حال حاضر اتفاق میفته عزیزان، حتی اگر سیاسی هم باشه و میبینیم که این تو اتفاق میفته، یک اتفاق روحانی اتفاق میفته. این در مورد دو حکومت هایی هست که در حال در مبارزه هستند، حکومت شیطان و حکومت خدا عیسی مسیح. میخوام اینو نگاه با این دید نگاه کنیم، با یک عینک روحانی نگاه کنیم، چون خیلی چیزایی هست که اتفاق میفته، ما نظرمونیم، نه من فکر میکنم اشتباه است، نباید این کارو میکردن. فقط ما باید نگاه کنیم ببینیم که پشت همه چی چیه، چرا الان این اتفاق الان سالهاست، 2000 سال در اسرائیل اتفاق میفته. دائما اسرائیل تقریبا یک مرکزی در این دنیاست که تمام تمرکز دنیا به اسرائیله. چرا؟ چرا ارمنستان نه؟ الان که اتفاقی افتاده با برق‌قره‌باغ، چرا کشورهای دیگه نه؟ کشورهای دیگه بود که با هم جنگیدن، بعد از یک مدتی که همه چی فراموش شده. چرا اونقدر اسرائیل و اورشلیم اونقدر به فوکوس دنیا افتاده؟ پس باید به تاریخ
این اسرائیل رو نگاه کنیم و اکثریت به هر حال شما میدونید فقط میخوام شاید افرادی هم هستن که تازه ایمان آوردن یا به هر حال برای ما بعضی وقت هم چیزای تازگی هست. زمانی که خدا دنیا رو خلق کرد که انسان رو به شباهت خودش خلق کرد یا برای حکومت بود که این دنیا رو روی این دنیا با خدا با عیسی مسیح حکومت کنه، برای این ما خلق شدیم و این دنیا خلق شده. از ابتدا فکر او بود که بگیم انسان رو به صورت ما موافق شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن روی تمام هستی هایی اینجاست. با این خوردن درخت حیات اون موقع دیگه ما به اون هدف خدا می رسیدیم. فقط متاسفانه ما دیدیم که آدم و حوا گناه کردن، از نقشه خدا بیرون آمدن، گناهکار شدن و ناطاعتی نافرمانی کردن، فریب خوردن و این دنیا در دست شیطان افتاد. از اون موقع شیطان در این دنیا حکومت میکنه و تسلط داره روی این دنیا، به وسیله گناه حکومت میکنه. پس خدا اینجوری بی گناه کردن دیگه مشکل خودشونه، بی خیال نبود، بلکه هدفش همین چیزی که ما خوندیم، هر کاری که خدا انجام میده آخر به پایان خواهد رسید. و به این خاطر پس خود یک نجات دهنده باید بیاد، یک کسی باید بیاد که بی گناهه، جز از خدا کسی نیست که بی گناه باشه. پس خدا باید همه چی رو آماده کنه، آمدن خودش رو باید آماده کنه برای این دنیا. الان خدا هم اینطوری نیست که بلافاصله خودش بیاد اینجا، اگر خود خدا همینطور میامد این دنیا محو میشه، از بین میرفت، چون خدای ما خدای قدوسی است و ما گناهکار. پس خدا باید یک مکانی، یک جای آماده کنه، همینطور که یک نطفه یک مرد برای به دنیا آوردن فرزند به رحم نیاز داره، پس خدا به قومی نیاز دارد که خدا از طریق آنها ماهیت، شخصیت، قوانین، شریعت و نقشه خود را نشان دهد و مردم را آماده کند تا بزد خدا که روح القدس هست بیاد و این نجات دهنده در این دنیا متولد شود. پس خدا دنبال یک رحمی هست که به وسیله این رحم بتونه بیاد و خودش رو ظاهر کنه. به این خاطر خدا ابراهیم رو صدا میکنه، از طریق ابراهیم اسحاق میاد، بعد از این یعقوب، و از طریق یعقوب که 12 قبیله شروع شد و اونجا قوم اسرائیل به وسیله یعقوب اونجا خدا به وجود میاره. بعد از این میبینیم که چطور قوم اسرائیل الان میرن باید سی توی کنان که خداوند گفته که من ابراهیم تو رو بر میدارم و یه کشوری میبرم، کشور کنان که اونجا کشور موعود هست، اینو میخوام به تو ببخشم. این کشور، این دنیا مال کیست؟ مال خداست و خداست تصمیم گرفته به ابراهیم گفته من میخوام این سرزمین رو به تو بدم. و سرزمینی بود که همون اسرائیلی که الانه، فقط اون زمان کنان بود. و زمانی که خود ابراهیم رفت اونجا مذبحایی درست میکرد و این مذبحا نشانه اینه که خدا حکومت میکنه، خدا حکومت میکنه و این سرزمین رو برداشت و به وسیله او برحال این همینطور که گفتم این 12 قبیله بودن و خودشون رفتن مصر و توی مصر اونجا برحال توی چیز اسارت وارد شدن. اون موقع فرعون عوض شد و توی اسارت بودن. پس خدا باید یک کسی دیگه رو انتخاب میکرد که از مصر بیرون بیاره. اون موقع موسی بود که خدا موسی رو انتخاب کرد که یک سمبولی از عیسی مسیح، چطور به وسیله این قربانی ها قوم اسرائیل از مصر بیرون آمدن توی بیابون 40 اونجا باید تربیت میشدن و بعد از این خدا هدایت کرد به وسیله یوشع توی سرزمین کنان که اسرائیل الان هست. و آنجا خدا گفت، نه انسان، این فکر انسان نبود، خدا گفت این سرزمین رو به شما میدم و این 12 قبیله باید این کشور اسرائیل رو بردارن و تمام دشمنان رو باید بندازین کنار. این چرا این کار رو میکنه؟ چون خدا دنبال اینه که یک روز
با وسیله این شریعتی که بهشان میده و خودش رو ظاهر میکنه، قوم رو آماده میکنه، رحم رو آماده میکنه که یک روز عیسی مسیح بتونه بیاد، این بعضی یعنی روح القدس بیاد و اون نجات دهنده این دنیا، نه فقط یهودی ها، این دنیا بیاد و مولود گردد. پس زمانی که اینو نگاه میکنیم ببینیم که یک نقشه پشت همه چی هست. خدا میخواد الان دنیا رو نجات بده از شیطان. خدا میخواد تمام دنیا رو، جمعیت رو نجات بده. به این بگم، به این نقشه اول که برای بشریت داشت به اونجا برسونه. این دنیا یک روز باید عیسی مسیح اینجا حکومت کنه و تمام خلقت خودش که با توبه و بازگشت فرزندان او هستیم، به اضافه یهودیایی که اونجا هستن، بتونن اینجا در این دنیا سلطنت کنن تا ابدالآباد. این هدف خداست. پس خدا این رحم رو آماده میکنه و بعد از اینم میبینیم که چطور خدا وعده هایی میده در عهد عتیق باکره حامله میشه. همه چیز خدا باید آماده کنه که قوم یهودی آماده باشن که یک روز این مسیح، مسیح شده خدا خواهد آمد و ما رو نجات خواهد داد. به این خاطر داوود که پادشاه اسرائیل شد، یک نمونه ای هست که یک روز یک کسی خواهد آمد تا ابد حکومت خواهد کرد، تا ابد پادشاه خواهد بود. و همینطور هم پس دیدیم که چطور عیسی مسیح 2000 سال پیش به دنیا آمد. خدا پس رحم را آماده کرده بود، مریم را انتخاب کرده بود، قوم از همه چی اطلاع داشتند، الان باید این منجی بیاد. مشکل یهودیا فقط این بودند، این بود که فکر میکردن اون مسیح میاد ما رو نجات بده از امپراتوری روم. هنوز به اون نتیجه نرسیده بودن، گناهکار هستن، خدا آمده گناهشون رو برداره و قدرت شیطان رو بشکنه. برحال اینجا این دیدیم که 2000 سال پیش عیسی مسیح آمد و بعد از این رفت روی صلیب، کفاره گناه ما شد، مرد، دفن شد، بعد از 3 روز قیام کرد، بعد از قیام صعود کرد پیش پدرش، در دست راستش نشست و تمام قدرت در آسمون و زمین به او داده شد. بعد از این روح القدس رو فرستاد در این دنیا، روح القدس آمد و کلیسا مولود کردید، کلیسای بدن مسیح به دنیا آمد و عیسی مسیح اونجا همینطور گفت ببین من به زودی خواهم آمد و اونجا سلطنت 1000 سالگی من شروع خواهد شد و ما هم مسیحی‌ها، ایماندارا باور می‌کنیم یک روز عیسی مسیح برخواهد گشت. اما چه ربطی به اسرائیل داره؟ آیا خدا قوم خود را رد کرده است؟ هرگز، پولس میگه، زیرا من، خودش میگه که من خود یک اسرائیلی‌ام، از نسل ابراهیم و از قبیله بنیامین. خدا قوم خود را که از پیش شناخت، یعنی مشارکت داشت، ملاقات داشت، هرگز رد نکرده است. بعد از این میخونیم در رومیان باب 11، نسیم میتونی بخونی رومیان باب 11 از آیه 25 و 26. ای برادران، نمیخواهم از این راز غافل باشید، مبادا خود را دانا بپندارید که سختلی بر بخشی از اسرائیل حکم فرما شده است تا وقتی که شمار کامل غیر یهودیان داخل گردند و این چنین تمامی اسرائیل نجات خواهد یافت، چنان که نوشته شده است از صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و بیدینی را از یعقوب خواهد برداشت. آمین. اینجا پس میگه که ببین فکر نکنی که خدا یهودی ها رو گذاشته کنار، الان ما یهودی های روحانی هستیم. نه، خدا نقشی داره با این قوم خودش و یک روز زمانی که عیسی مسیح بر میگرده، همینطور که گفته که از صهیون کجاست؟ همون اسرائیل و اورشلیمه، اونجاست که تخت عیسی مسیحه و یک روز عیسی مسیح خواهد آمد و روی در اسرائیل، در اورشلیم، اونجا خواهد نشست روی تخت و سلطنت خواهد کرد. و میگه که فقط الان یک زمانی هست که خدا، چون یهودیا باور نکردن به اسرائیل، خدا ایشان رو پارانتز گذاشت کنار که و میگه که تا شماره کامل غیر یهودیان کی هستن؟ ما هستیم، ارمنی، ایرانی، افغان، ترک، هر کسی،
هر قومی هر قبیله‌ای هست، همه وارد پادشاهی خدا بشن. متوجه هستین؟ تا کامل شود. یعنی الان یک وعده‌ای هم هست، خدا دنبال اینه که تعداد زیادی از غیر یهودیان، از اون امت‌ها، از آفریقا، از هر جای دنیا ایمان بیارن. به این خاطر ما باید بشارت بدیم، انجیل رو بشارت بدیم، افراد ایمان میارن، وارد از این تقریبا میتونم بگم جهنم رو ما خالی میکنیم، ایشان رو هدایت میکنیم که برن تو ملکوت خدا. خدا صبر میکنه که تعدادی زیادی از غیر یهودی ها نجات پیدا کنم و ما همون غیر یهودی ها هستیم که نجات پیدا کردیم. قوم خدا هستیم، قبیله خدا هستیم، کاهنات خدا هستیم، کاهنات ملوکانه هستیم. پس خدا یهودی رو رد نکرد، فقط تو پارانتز گذاشته و گفته که بعد از این میگه که از صهیون نجات دهنده‌ای ظاهر خواهد شد و بی دینی را از یعقوب خواهد برداشت. و بعد از این خدا دوباره اینجا زمانی که دومین بار خواهد آمد روی تخت در اورشلیم خواهد نشست، سلطنت خواهد کرد و قوم و ایماندارهای یهودی اونا هستن که کاهنات هستن که اونجا خدمت خواهند کرد در این دنیا، به اضافه ما که ایماندار هستیم در تمام دنیا آنجا مسئولیت خودمون خواهیم داشت. فقط خدا یک هدفی برای یهودیا داره، برای اسرائیل داره. اینطوری بود که کلا میتونم بگم که خدا بایستی یک کسی رو انتخاب میکرد مثل ابراهیم، که به وسیله ابراهیم، به وسیله ملاقاتهایی که با ابراهیم داشت، و ابراهیم چیه؟ پدر ایمانه، درسته؟ به وسیله ایمان او عادل شمرده شده و ما هم همینطور که فرزندان ابراهیم هستیم که به وسیله ایمان ما نجات پیدا کردیم، نه به وسیله شریعت. به این خاطر زمانی که میگم یه چیزای روحانی است باید نگاه کنیم، زمانی که خود عیسی مسیح، خود خدا به شیطان گفت که لعنت بر تو شیطان، از طریق این زن، از این بزد این زن یه کسی خواهد آمد که سر تو رو خواهد کوبید، پس اونجا تو جای شیطان بودی، چه کاری میکردی؟ صد پس دنبال این باش، دنبال این بودی که یک رحمی پیدا کنی که مبادا، یعنی از بین ببری، مبادا خدا این فرزند خودشو بیاره در این دنیا، که چون او بیاد نابودی خود شیطانه. به این خاطر در این 3000 سال قبل از میلاد مسیح میبینیم که دعای من اسرائیل بود مورد حمله میشد، چون خدا و چون شیطان میخواد اسرائیل از بین ببره، یهودی‌ها رو از بین ببره، مبادا این منجی بتونه بیاد. در این قسمت واقعا خدا رو شکر میکنم عزیزان، ما ایرانی ایماندار، واقعا موهای تنم سیخ میشه که الان ما اینجا ایستادیم خدا رو پرستش میکنیم. ما یک قسمتی از نقشه خدا، پدران ما یک قسمت از نقشه خدا بودن، مثل داریوش، مثل خشایاشار، مثل کوروش، اونا بودن که یهودی‌ها رو خدمت کردن، کمک کردن، اونا بودن که اعلام می‌کردن هیچ خدایی وجود نداره جز از خدای یهودان. کوروش بود که قوم اسرائیل رو هدایت کرد که برگردن به قوم خودشون، که از به وسیله اونجا، به وسیله اون رفتن و درست کردن معبد و شهر، عیسی مسیح بتونه بیاد. پدران ما در این کار خدا چیز بودن، شریک بودن. متوجه هستین؟ کتاب استر رو میخونیم، میبینیم که چطور هامان میخواست بیاد چه کار کنه؟ نه استر رو بکشه، قوم اسرائیل رو نابود کنه. پشت هامان خود شیطان بود. و همینطور هم این تاریخ رو نگاه میکنه، تاریخ اسرائیل رو نگاه میکنه، هر کشوری که سعی کرد آمد نه به جنگ فقط،
بلکه هدفش این بود نابود بکنه یهودی‌ها رو. پس یه چیز روحانیه پشت این چیزا، همه خود شیطانه که سعی میکنه بزد خدا رو بکشه، از بین ببره. خدا رو شکر موفق نشد، عیسی مسیح به دنیا آمد، خدا او رو خیت کرد. در اول قرنتیان اینجا ننوشتم، نسیم میتونی اینجا بخونی، اول قرنتیان باب یک، نه ببخشید باب دو آیه 7 و 8، اینو الان تو فکرم رسید. اول قرنتیان باب دو آیه 7 و 8، بلکه حکمت خدا را در سری بیان می کنیم، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از دهرها برای جلال ما مقدر فرمود، که احدی از رؤسای این عالم آن را ندانست، زیرا اگر می دانستند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. آمین. میگه که همه چی رو مخفی انجام شد. اگر واقعا می دونستند که به وسیله، یعنی خود اینطوری بگم، آیا شیطان می دونست با مصلوب کردن عیسی مسیح خودش رو نابود می کنه، هیچ موقع این کار رو نمی کردن. الان هم همینطوره هست که هر چقدر در عهد عتیق میبینیم که توی چه مشکلایی افتادن، چقدر حمله ها شدن و هدف دشمن نابود کردن کشور اسرائیل یا نابود کردن یهودی ها بود. شیطان متنفر انسانه، مخصوصا یهودی ها. الان که ما مسیحی شدیم، الان هم ما اضافه شدیم، چون ما شاهدان خدای زنده هستیم. یهودی هم همینطور. و یک روزم زمانی که عیسی مسیح خواهد آمد، توی کتاب مقدس نوشته، اون موقع خواهند دید و خواهند دید اون کسی رو که مصلوب کردن، خود همون مس شده خدا بود، و اونجا زار زار گریه خواهند کرد، توبه خواهند کرد. و اینجا میگه که من گناه های یعقوب رو، بی ایمانش رو من خواهم شست، و اون موقع خدا این اسرائیل رو دوباره، قوم خودش رو دوباره بازسازی خواهد کرد. واقعا میتونیم خدا رو شکر کنیم که قوم ما شریک کار خدا بود، نادانسته. پدرانش ما عزیزان این بودن. همینطور خشایاشا که چطور گوش نکرد به هامان، اگر نه اونجا دیگه نسل چیز یهودی از بین رفته بود. پس خدا یه هدفی داره، طبق این هدف نقشه کارهایی میکنه که دشمن نمیدونم به این خاطر پوتین کیه، نمیدونم آیت الله ها کی هستن، حتی میگم که نتانیاهو کیه، اینا سیاستمداران هستن. به این خاطر من گفتم که من دنبال سیاسی نمیخوام صحبت کنم، دنبال چیزهای روحانی صحبت میکنم. بیانیه عیسی درباره اسرائیل چی بود؟ زمانی که عیسی مسیح دید که اصلا خود قوم خودش، خاصان خودش او رو رد کردن، اونجا میگه که اینک خانه شما، به اسرائیل میگه، به یهودی ها میگه، اینک خانه شما برای شما ویران خراب گذشته میشود، و به شما میگویم که مرا دیگه نخواهید دید تا وقتی آید که گویید مبارک است او که به نام خداوند ما میآید. و این دعای یهودی ها از هر دفعه منتظر هستند که این مسیح میاد. و زمانی که ویران شد، امپراتور روم آمد، کشور اسرائیل رو، پادشاهی یهودا و اسرائیل رو نابود کرد، اسم یهودی رو، اسم اسرائیل عوض کرد، و از اون موقع گفته این فلسطینه. خود امپراتور روم بودن،
فلسطین از اون موقع شروع شد و کار شیطان این بود که کلن تمام خاطرات یهودی، تمام فرهنگ یهودی از این کشور از بین بره، چون شکست خورد. زمانی که عیسی مسیح از مردگان برخواسته شکست خورد. الان باید یک چنفری داره همه چی رو از بین ببرم. و خودش میدونست یک روز عیسی مسیح در این دنیا حکومت خواهد کرد. پس دنبال دوباره یهودی هستن از بین ببره و بکشه و نابود کنه. فرهنگ اسرائیل رفت، تمام اکثریت 80% یهودی ها فرار کردن، تو تمام دنیا اونجا پخش شدن. در سال 637 بود که فلسطین زیر تسلط چیز مسلمان ها، یعنی اون موقع که اسلام آمده بود اونجا افتاد و اون موقع فقط دو این کشور عربی صحبت می کردن، اسم همینطور فلسطین بود، یهودی ها کم و پیش اونجا زندگی می کردن. بعد از این 1300 تا 1917 اونجا چیز سال تاسیس امپراتوری عثمانی بودن که اونا آمدن و اونجا شروع کردن سلطنت کردن تا 1917. تقریبا همه یهودی ها در سر تا سر جهان پراکنده شده بودن. آیا امید هست؟ امید هست که چطور خدا یهودی رو برگردونه؟ تقریبا 50 تا زیادتر از 50 تا وعده هایی هست که در عتیق گفته شده. خدایی که چی گفتیم، ابتدا رو آخر رو از ابتدا و آنچه را واقع نشده هست از قدیم بیان می کند. خدا می دونست چه اتفاق می افته. خدا می دونست یهود یا عیسی مسیح رو رد می کنند. خدا می دونست این کشور که فقط مذهبی شده بودن باید پراکنده بشن. و دو تا آیه ها رو انتخاب کردم که واقعا بدونین که هیچ چیزی از چشمای خدا دور نیست. در اشعیا نبی بابا 11 آیه 11 و 12: و در آن روز واقع خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند تا بقیه قوم خیش را که از آشور و مصر و فتروس و حبش و ایلام و شنعار و حماد و جزیره های دریا باقی مانده باشند باز آورد و به جهت امتا علمی برافراشته رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهد کرد و پراکندگان یهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد. آمین. اینجا پس خدا تقریبا قبل از میلاد مسیح تقریبا 700 سال پیش 800 سال پیش این پیشگویی رو کرده و میگه که خداوند بار دیگه دست خود را دراز کند و همینطور هم میگه که رنده شدگان اسرائیل رو جمع خواهد کرد و پراکندگان را، یهودی ها را از چهار طرف جهان فراهم خواهد نمود. خداست که شروع میکنه قوم یهودی رو جمع بکنه. به وسیله کی؟ میدونستی مره به وسیله کی؟ به وسیله مسیحا. سازمان های مسیحا به وجود آمدن که پیام رو شنیدن، گفتن این نوشته شده، خداوند چه کاری کنیم. و خداوند الان سازمان هایی به وجود آمده. دو تا از این سازمان هامبورگ هستن و من هم اونجا تقریبا 6 سال 7 سال اونجا خدمت میکردم. الان هفته گذشته بود منو دعوت کرده بودن ارمنستان برای خدمت، مخصوصا برای یهودیا. سازمانایی به وجود آمدن و همه پولا رو جمع میکردن و مخصوصا میرفتن توی کجا؟ اکثریت توی روس بودن و روس هم چی شده بود؟ کمونیستی شده بود. یهودیا نمیتونن برن بیرون. فقط خدا گفته که من دست خودم رو دراز خواهم کرد، قوم خودم رو دوباره جمع خواهم کرد. خدا چی کار میکنه؟ یک گورباچوف رو بلند میکنه و یک گورباچوف یک اصلاحاتی توی
شوروی به وجود میاره، دروازه ها باز میشن و این سازمان ها، سازمان مختلف میرفتن اونجا، میرفتن تا سیبیر میرفتن عزیزان و شروع میکردن به یهودی ها جمع کردن و گفتن خداوند شما رو خوانده به اسرائیل، خداوند تعداد زیادی با هواپیما با کشتی ها اونجا رفتن برمیگشتن و هنوزم هست. و توی کتاب مقدس الان آیه هایی هست که خداوند میگه که من از کشتی ها از روی بالها قوم خودم رو میارم. بالها یعنی هواپیما. ما اصلا اون موقع اصلا نمیدونستن هواپیما چیه. میگه با روی بالها من ایشان رو برمیگردونم، روی کشتی ها من قوم خودم رو برمیگردونم. اونجا بودن که مسیحایی که واقعا کلام رو متوجه می شدن برایشون کشف می شد، باز می شد، می دونستن یه مأموریت بزرگی داریم، ما شریک خدا باید بشیم برای قوم خودش، قوم اسرائیل یا قوم یهودیا مهم هستن، چون خدا گفته که من همینطور که رفتم همینطورم در یک اسرائیلی خواهم آمد که اونجا کشور منه، همینطور که من رفتم من خواهم آمد. پس اونجاست که مسیحا همینطور ننشستن و بگن که باشه اوکی پس بیا. من میگم که زمانی که ایمان آوردم تقریبا از 2-3 سال بعد که تمام این چیزهایی که مربوط به اسرائیل و یهودیا بود که اونقدر شرکت میکردم و سمینارها، کنفرانس‌های شرکت میکردم، واقعا بدونیم که اراده خدا برای ما چیه. هر دوشنبه با این سازمانی که الان اینجا هست اسمش فراموش کردم، هر دوشنبه دعا داشتیم برای اسرائیل. برای اسرائیل منظور من اسرائیل نه اسرائیل سیاسی، بلکه اراده خدا، نقشه خدا انجام بشه. دعا میکردیم خداوند حکمت ببخش به این سیاست ها، خودشون هم شاید نمیدونن چی اتفاق میفته، تو هستی که حکومت میکنی. یک پیشگویی دیگه در حزقیا باب 28 آیه 25 و 26، خداوند یهوه چنین میگوید: هنگامی که خاندان اسرائیل را از قوم‌هایی که در میان ایشان پراکنده شده اند جمع نموده، خیشتن را از ایشان به نظر امت‌ها تقدیس کرده باشم، آنگاه در زمین خودشان که به بنده خود یعقوب داده ام ساکن خواهند شد و در آن به امنیت ساکن شده خانه ها بنا خواهند نمود، تاکستان ها غرس خواهند ساخت، و چون در بر جمعی مجاوران ایشان که ایشان را حقیر می شمارند داوری کرده باشم، آنگاه به امنیت ساکن شده خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان می باشم. آمین. در میان ایشان پرکنده شدگان رو جمع می کنم و بعد از این میگه آنگاه در زمین کجا خودشون که به بنده خود یعقوب دادم ساکن خواهد شد. این زمینی که مال خداست و به یعقوب به یهودیا داده شده، من ایشان رو بر میگردونم. الان اتفاقاتی که الان میفته و میبینیم از سال 1917 که اون موقع از فلسطین فلسطین بود و هیچ کشوری اسرائیل نبود و اونجا خدا به وسیله زمان که فلسطین بود که همون پادشاهی عثمانیان هستن، نه اونجا بود و اونجا بود که انگلیسی ها آمدن اونجا برنده شدن و این زمین فلسطین رو به دست گرفتن. و اون موقع سال نوامبر 1917 بود که یک جنرال آلبنی اونجا چون خودشون جا تسلط داشتن یک نامه نوشت، یک بیانیه بالفور اکلیونگ اون نوشته که گفته که ما میخواییم یک خانه نشینی ملی برای مردم یهودا در فلسطین درست کنیم و یک زمین خیلی بزرگی به ایشان دادن که فلسطین و که یهودی ها دوباره برگردن. کی کرده؟ یهودی ها نکردن، امت ها این کارو کردن، همینطور که پیشگویی شده و امتا خواهند آمد و کشور خودم رو برمیگردونن. یا و اینجا میبینیم که زمانی که این اتفاق افتاد یه جنگی به وجود آمد در این قرن همین 1900
17 زمانی که فلسطین متوجه شدن که یهودی‌ها یعنی چیز انگلستان اونجا این چیز رو این زمین رو بهشان داد و از اون موقع یواش یواش یهودی‌ها برمیگشتن به چیز به کشور خودش. فقط 1939 بود که جنگ جهانی دوم شروع شد. یعنی فقط میخوام بگم که متوجه بشیم نقشه شیطان چیه. الان انگلستان آمده گفته که زرزمینی میخوایم بهشان بدیم. جنگ جهان دوم به وجود آمد و اونجا بیانیه هیتلر این بود نابودی نجات یهودا. فوکوسش جنگ نبود، فوکوسش یهودا بودن که او را از بین ببره. گوش میکنین عزیزان، میبینین که شیطان از کدوم جاها سعی میکنه نسل خدا رو از بین ببره؟ 6.5 میلیون یهودیا کشته شدن. به این خاطر 1947 بعد از این چیز این جنگ سازمان ملل تصمیم گرفت که اسرائیل رو تنها یک بخشی از این زمان در فلسطین بهشان ببخشه و اسرائیلیا برای خوشحال شدن. 1948 اونجا تأسیس دولت اسرائیل شروع شد و از اون موقع جنگ به وجود آمد بین تمام کشورهای عرب یعنی فلسطینا و با اسرائیل. 1967 بود، یه جنگ 6 روزه بود که حتما هم اینجا شنیدین. اون موقع هم اسرائیل هم چیز اورشلیم هم 2 قسمت بود، یه قسمت مال یهودیا بود یه قسمت مال فلسطین بود. یا و اونجا عرب ها اونجا چیز کردن، حمله کردن، توی 6 روز میخواستن نابود کنن. هیتلر نتونست این کار رو انجام بده. الان خدا کار خودش انجام میده و میاره یهودی ها رو و الان میگن که اینا رو باید نابود کرد. هدفشون نابود نجات یهودی ها بود و توی این 6 روز الان یک کشور یهودی هم خیلی برحال کم خیلی چیز بودن، خیلی تازه بودن، فقط برنده شدن و تمام اورشلیم رو به دست آوردن. دوباره 1973 بود که این جنگ در بالاترین عید یهودی ها بود که یوم کیپور بود که سوریه ها بودن و همینطور هم چیز مصر ها بدون اصلا هیچ حرک بدون هیچ چیزی که اتفاق بیفته حمله کردن و دوباره نوشته شده که میخوان نجات را از بین ببرن و اسرائیل اونجا هنوز اسلحه زیادی نداشت، فقط خدا معجزه آثار و اونجا شهادت هایی شنیده بودم چطور خدا نجات داده و نه فقط این برنده شدن، دوباره سرزمین های دیگه هم به دست آوردن. یعنی خدا پشت قوم خودش بود، پشت یهودی ها بود و چون خود فلسطینی ها متوجه شدن نه با به وسیله اسلحه ما نمیتونیم بجنگیم به علیه اسرائیل، پس باید این سازمان ترور، با این سازمان ترور میتونیم الان یک کاری انجام بدیم. به این خاطر به وسیله عرفات بود که این الفتاش به وجود آمد و همینطور هم بعد از این مدت میبینیم که حزب اللهی به وجود آمد به وسیله ایران در کشور لبنان و الان هم همینطور حماس که شروع شده. این همه هدفشون، فکرشون، نقشش نابود نجات یهودی هاست. دنبال کشور نیستن که مثلا الان یک کشور برنده یک کشوری بشن، نابود نجات یهودی ها که قوم خداست. از هزاران سال قرنها یهود ستیزی وجود داره چون شیطان دنبال این قوم خداست که از بین ببره. هر اتفاقی که الان میفته باید با این دید نگاه کنیم. اسرائیل خیلی خرابکاری میکنه، خیلی اشتباهاتی میکنه، حتی کارهایی که کرده ضد حقوق بشر. من پشتیبانی اسرائیل نیستم، سیاستی مثلا همه چی اوکی، همه چی خوب کردن، اونم خیلی اشتباه میکنن،
و مخصوصاً یهودی هم که برمی‌داریم فکر نکنین همه یهودی ها مسیح چیز هستن، ایماندار هستن. خیلی ها هستن که اصلا ایماندار نیستن. فقط عده‌ای. خدا میگه یک بقیت وجود داره. همینطور یعقوب الیا که آمد گفته که خداوند همه تو رو ترک کردن رفتن، من تنها اینجا موندم. خداوند گفته که نه، 7000 نفر زانوش خم نشده. این بقیت وجود داره. این بقیت ایماندارایی هستن که یک روز عیسی مسیح خواهد آمد و اونجا حکومت خواهد کرد. از هر قبیله 12000 نفر توی مکاشفه نوشته. به این خاطر در این زمانی که ما زندگی میکنیم، هر دفعه هم الان سالهاست که ما صحبت میکنیم در مورد زمان آخر، الان واقعا یه خیلی چیزا حساستر شده. هر آینه یه اتفاقی میفته. من منظوری نیست که الان سال آینده عیسی مسیح میاد، من منظوری نیست. منظور اینه که خدا نقشه خودش رو طبق اراده خودش انجام میشه. ما ایماندارها کجا قرار گرفتیم؟ بی تفاوت هستیم؟ می نشین جلوی تلویزیون فقط نگاه میکنیم ببینیم آخ وای حیفه همه مردن، وای چه کار کنیم؟ نه، کاری که ما میتونیم بکنیم حداقل از اول با دعاست که ما باید اونجا بیستیم که اراده خدا در این کشور به وجود بیاد. میدونین ابراهیم دو تا پسر داشت، ابراهیم بود و اسحاق بود و اسماعیل. اسماعیل اسلام نیست عزیزان، خیلی ها فکر میکنن اسماعیل اسلامه. اسماعیل عربا هستن. اگه اسلام نبود عرب ها میتونستن با عیسی با یهودیا کنار بیان. متوجه هستین؟ اونجا فقط میگه که باشه اوکی، کشور ما اینجاست، اونم کشور توست. فخر میکنه از این که بگم میخوایم نجات تو رو از بین ببریم. با کی میتونم معامله کنم اگه او میخواد منو بکشه؟ اگه امیر فکرش کرده که الان منو بکشه، چه سولی کنم با او؟ بگم باشه اوکی، اون هدفش اینه منو باید از بین ببره. چه کاری کنم؟ الان تمام دنیا میگه صلح به وجود بیارید، با هم نمیدونم آشتی کنیم. اون آشتی نمیاد، شیطان آشتی نمیخواد، اونا میخواد نابود کنه کار خدا رو. چون میدونه یک روز عیسی مسیح خواهد آمد و یهودی ها قوم خودشون هستن و اینجا در اورشلیم خواهد نشست و اونجا سلطنت خواهد کرد در اورشلیم در اسرائیل. نفرت از یهودی ها یعنی نفرت از خداست. خدایی که واقعا در تاریخ نجات کار میکنه به وسیله یهودا و مخصوصا عزیزان عیسی مسیح خودش یهودی بود. ما از نسل یهودی هستیم. او ریشه هست و ما الان شاخه ها هستیم. دوباره میگم من نمیخوام در مورد سیاست صحبت کنم، کی درست میکنه کی درست انجام میده، بمب ها کجا باید برن نباید برن، نمیدونم. فقط من مسئولیت من اینه که واقعا شما رو آگاه نگه داشتم دارم داشت نگاه داد آگاه کنم که واقعا این تمام اتفاقاتی میفته روحانی. ببینین قضاوت نکنیم، داوری نکنیم، بلکه منم نمیدونم چه دعایی بکنم و فقط میگم خداوند، و امروز هم وقتم خواهیم گذاشت برای دعا، خداوند واقعا حکمت ببخش به سیاست مداران، یا بیشتر میتونم بگم نقشه خودت رو به سیاست مداران اینجا بذار. من نمیتونم دعا کنم سلامتی بر اورشلیم چون الان سلامتی وجود نداره. سلامتی واقعی به وجود خواهد آمد که عیسی مسیح بیاد. دیگه هیچ سلامتی وجود نداره جز از عیسی مسیح. به این خاطر ما باید باور کنیم با اون نقشه خدا. به این خاطر
موضوع تیتر این موعظه هم است کیست که تاریخ جهان رو می نویسه. همه چی نوشته شده. خدا رو شکر به این خاطر برای کتاب مقدس، مخصوصاً برای مکاشفه که نوشته شده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خدا 5000 سال پیش زمین کنان رو از طریق ابراهیم به یعقوب، به یهودیا داد. زمین از آن خداست و کسی نمیتواند آن را بگیرد. پونکت. او با این کار تاریخ خود را برای بشریت نوشته. از طریق این سرزمین و شهر اورشلیم خدا حکومت خواهد کرد. شهری که اسمش شهر یا مسکن صلح و سلامتی است. آمین. الان توی قلب من بود، میدونم امروز یکم طولانی شد، فقط مطلب خیلی مهمیه که ما باید قوم به خدا باید آگاه باشه. و نمیدونم تا امروز چه فکری داشتی، چه دیدی داشتی. فقط تو قلب من بود که با نسرینم صحبت کردم که وقت برای دعا بذاریم و نه دعای اینطوری در جمع، بلکه من میخوام اینطوری واقعا وقت داشته باشیم، همه بتونن دعا کنن، که گروه‌های درست کنیم، گروه‌های 5-6 نفره که بتونیم به حضور خداوند بیاریم، تشکر کنیم، شکرگزاری کنیم که خداوند به ما این کلام رو داده، خدا حکومت میکنه. و همینطور هم شروع کنیم به دعا کردن. مهم اینه که عزیزان، خدا میتونه حتی در این کشور گازا، میگن فارسی چی؟ غزه. افرادی هستن که ما ضد فیلیسیان نیستیم، ما دنبال این هستیم که نجات پیدا کنن، که خدا کارهای خودشو انجام بده، خدا خودشو مکاشفه کنه، عده زیادی از فلسطینا واقعا ایمان به عیسی مسیح بیارن. اینم توی چیز نوشته شده، توی کتاب تو عتیق نوشته شده، عده زیادی از مصر ایمان خواهند آورد و خود خدا ایشان رو نشون خواهد داد. به فلسطینی ها گفته که من خودم رو به ایشان نشون خواهم داد، نجات پیدا خواهند کرد. برای در این زمان مهم اینه که برای این چیزا دعا کنیم، برای سیاستمداران دعا بکنیم که خدا فکر خودش، اراده خودش، نقشه خودش رو در قلبش بریزه، هر چه قدم ظالم باشه، ظالمانه باشه. متوجه هستین؟ شاید باید یک خرابی به وجود بیاد، فقط تو این خرابی خدا نام خودش رو جلال میده، منظور من کار خودش رو انجام میده. آماده هستین عزیزان؟ اینجاست که ما عنوان فرزندان خدا، عنوان قوم خدا، مسئولیت داریم برادر بزرگمون یهودی ها رو پشتیبانی کنیم با دعا. آمین. و خدا مطمئن باش، روح القدس خوشحال میشه که خودت رو، دهن خودش و قلب خودت رو به اختیار او بذاری، که او به وسیله تو دعا کنه. و مطمئن هستم در تمام دنیا افرادی هستن که مسیحی هستن، که در دعا هستن، که بتونیم واقعا اراده خدا در این زمان حساس ارادهش رو انجام بدیم. باشه، الان پیشنهاد میکنم هر جامعه جایی که نشستی، 5-6 نفر هم اینطور با هم جمع بشیم و بعد از اینم با 2 سرودهای اعلام جلسه‌مون به پایان خواهیم رسید. آمین. میتونی بیستین الان، بیستین. و کسانی که توی خونه های خودشون هستن میتونن، به هر حال الان تنها هستین، نمیدونم 2-3 نفر 4 نفر هستین، شروع کنیم برای این اتفاقی که افتاده، برای یهودیا، برای اسرائیل، برای فلسطین دعا کنیم که اراده خدا انجام بشه. هللویا خداوند. برکت بدین این سیاست مداران رو. ما لعنت نمی کنیم، برکت می دیم ایشان رو. فقط ما می تونیم علیه این کارهای تروریست اونجا بایستیم، این ترور که هستن می خوان
از بین ببرن، بکشن، انسان رو بکشن، همه خرابکاری، ما میتونیم جلوی این چیزا بایستیم که این به وجود نیاد، این بمب هایی که گذاشته میشن. هللویا خداوند. اورا داشتی اورا دستوری اورا داشتی اورا شستدور اونجا بندازه.
بر ایران و تمام کشورهایی که در ترس و هراس بیاید، چون در نام عیسی مسیح دعا کردیم و اعلام میکنیم ای اورشلیم، دیدبانان بر حصارهای تو گماشتم که هر روز و هر شب همیشه سکوت نخواهند کرد. ای متذکران خداوند، خاموش مباشید و او را آرامی ندهید تا اورشلیم را استوار کرده آن را در جهان محل تسبیح بسازد. آمین. مرسی خداوند که امروزم تونستیم یه قسمت از دید تو داشته باشیم خداوند، که بتونیم واقعا مثل فرزندان نور خداوند همه چی رو نگاه کنیم و درست تشخیص بدیم. خداوند ممنون هستیم که دعای ما رو شنیدی و ما میخواییم همینطور که این آیه که ما خوندیم خداوند مثل یک دیدبان خداوند پشت قوم خودت باشیم خداوند، و نه فقط قوم خودت بلکه خداوند همینطور دعا میکنیم خداوند برای کشورمون ایران، که خداوند پدران ما چه باعث چه برکتی بودن خداوند برای قوم تو عیسی. الان میبینیم تمام ظلمی هست از کشور ما بیرون میاد خداوند، امروز هم شفاعت میکنیم خداوند و دعا میکنیم برای کشور ما هم همینطور، که دست تو رو دراز کنی خداوند، همینطور که ما پیشگویی تو رو باور کردیم که در زمان آخر تو ایلام رو خداوند نجات خواهی کرد و داد، و همینطورم یا خداوند سمت خودت خواهید کشید، و دعا میکنیم خداوند تمام این خداوند این کارهای ظلمی که اونجا انجام میشه خداوند تو جلوش بیستی، و دعا میکنیم در این زمان خداوند یک نارضایتی روحانی در کشورمون به وجود بیاری خداوند، که تمام کشورمون دیگه خودشون خداوند ضد این چیزا بیستن و خداوند بتونن ایمان به تو بیارن خداوند، نجات پیدا بکنن خداوند. خداوند این وعده رو دادی، ما میخوایم در این قسمت بیدار بمونیم خداوند و انجیل تو رو همه جا که هست پخش کنیم خداوند. شکرت میکنیم که امروزم خداوند میتونستیم قسمت هایی شریک تو باشیم خداوند. شکر بر تو خداوند. شادی و حمل و پرستش پیش می‌شویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم، با شادی و حمل و پرستش پیش می‌شویم، با لشکر آسمانی هم صدا شویم. Oh,
چیستی در مقابل کلیسا. ما سپر ایمان رو گرفتیم در دستا. ای تو چیستی در مقابل کلیسا. امانوئیل خداوندم با ما. میکنم میتونم.